و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. چند عضو کنگره ایالات متحده: افراد و لابی کنندگان جمهوری اسلامی در آمریکا باید تحت تعقیب دادگستری قرار بگیرند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به وزارت دادگستری خواستار تعقیب قضایی کسانی شدند که از جمهوری اسلامی پول دریافت می‌کنند تا سیاست‌های تهران را تبلیغ کرده و بر سیاست‌های دولت پرزیدنت بایدن تأثیرگذاری کنند. ایوت هرل، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیو مکزیکو که به همراه 8 نماینده دیگر این نامه را امضا کرده و به وزارت دادگستری فرستاده‌اند، شامگاه پنجشنبه 28 اسفند به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت ایران همچنان بزرگترین تهدید برای ایالات متحده در منطقه است. این مهم است، اطمینان پیدا کنیم آنها از پولشان برای شکل ناشایست برای تأثیرگذاری بر سیاستمداران و رهبران فکری ما استفاده نمی‌کنند. و افزود که هر گونه تأثیرگذاری برای نرم کردن مواضع آمریکا در قبال تهدیدهای ایران امنیت ملی ما را تهدید می‌کند. این عضو مجلس نمایندگان افزود به همین دلیل من و همکارانم این نامه را نوشتیم تا ضمن محافظت از امنیت ملیمان ایران را پاسخگو کنیم. در این نامه از دولت پرزیدنت بایدن خواسته شده است با ایجاد یک کارگروه ویژه آن دسته از شهروندان ایران را که ناقض قانون فارا، قانون ثبت نام عاملان خارجی هستند، شناسایی، تعقیب و دستگیر کرده و فهرستی مشابه افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا FBI تهیه کند. امضا کنندگان این نامه همچنین از دولت خواستند دفتری در FBI ایجاد کند که تمرکزش بر عملیات تأثیرگذاری ایران باشد و تحقیق و رصد گروه‌ها، نهادهای خیریه و اتاق‌های فکری که از دولت ایالات متحده بودجه دریافت می‌کنند را در دستور کار قرار دهد تا اطمینان حاصل شود پول مالیات دهندگان آمریکایی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم نصیب کسانی که عوامل جمهوری اسلامی هستند یا برای آنها لابیگری می‌کنند نمی‌شود. ایوت هرل افزود ایران یک رژیم پیچیده است. آنها خواهان تأثیرگذاری بر روند سیاسی و حتی سیاستمداران برای خدمت به منافع خود و آسیب رساندن به منافع ما هستند. دولت پرزیدنت ترامپ ایران را بابت اعمالشان پاسخگو کرد و تهدیدهای آنها را جدی گرفت. هر گونه نرمش مواضع ما در مقابل ایران تهدیدی برای امنیت ملی ماست. لی زلدین، نماینده نیویورک، ریک کرافورد، نماینده آرکانزاس و جیم هگدورن، نماینده مینسوتا در مجلس نمایندگان در میان امضا کنندگان این نامه هستند. وزارت دادگستری ایالات متحده چندی پیش کاوه لطف‌الله افراسیابی را به اتهام لابیگری مخفیانه برای جمهوری اسلامی ایران و نقض فارا دستگیر کرد. رابرت مالی در مصاحبه با صدای آمریکا: حمله دوستان جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق مذاکره را سخت‌تر می‌کند. جو بایدن قصد دارد با جذب حمایت داخلی از دولتش با رژیم ایران وارد مذاکره شود و تنش‌های میان آمریکا و این حکومت را حل کند، اما رابرت مالی، نماینده ویژه مسائل ایران، به این مسئله اشاره کرده که حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در عراق کار را برای دولت بایدن به مراتب سخت‌تر کرده است. صدای آمریکا در گزارشی که منتشر شد نوشت در ماه گذشته پایگاه نظامی آمریکا در عراق بارها مورد حملات راکتی قرار گرفت و تلفات جانی بر جای گذاشت، از جمله کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی و مجروح شدن تعدادی از نیروهای نظامی ایالات متحده. نیروهای آمریکایی 10 روز بعد با حمله به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه، حمله به پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه اربیل را تلافی کردند.
پایگاه خبری پولیتیکو از قول مقامات وزارت دفاع آمریکا که نامشان فاش نشد نوشت که آنها احتمال می‌دهند در حملات راکتی 3 مارس 2021 به پایگاه عین الاسد در غرب عراق نیز یکی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران دست داشته است. حالا رابرت مالی در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا که اولین مصاحبه رسمی او پس از انتصاب در مسئولیتش به عنوان مشاور امور ایران در وزارت خارجه آمریکا است، در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می‌کند که حملات بخشی از کمپین فشار ایران روی بایدن را برای کاهش تحریم‌ها می‌کاهد، می‌گوید این مسئله کمکی به فضای حاکم در آمریکا نمی‌کند. دوستان ایران به آمریکایی‌ها در عراق یا هر جای دیگر حمله می‌کنند، آمریکا با آنها پاسخ خواهد داد همان گونه که قبلا هم داده و این مسئله ادامه خواهد داشت. بایدن از ابتدای کار خود تصمیم به احیای دیپلماسی با حکومت ایران داشت و می‌خواست تحریم‌هایی را که توسط ترامپ به اجرا گذاشته شده با بازگشت به توافق اتمی 2015 بردارد. طبق توافق اتمی حکومت اسلامی ایران متعهد شده بود که در ازای برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی فعالیت اتمی خود را متوقف کند. اما طی هفته‌های گذشته بایدن پیام‌هایی از سوی حزب جمهوری‌خواه و همچنین حزب دموکرات دریافت کرده که در آن از او خواسته شد سیاست سختگیرانه‌تری در مورد جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. 12 نفر از دموکرات‌ها و 12 نفر از جمهوری‌خواهان کنگره با اشاره به حملات رو به افزایش ایران به پایگاه آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق و نیز نقض تعهدات برجامی توسط جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن به او گفتند دولت بایدن موظف است از نفوذ خود استفاده کرده و حلقه انتخاب برای تهران را تنگ تر کند. با این همه رابرت مالی در مصاحبه با صدای آمریکا از اشتیاق آمریکا برای مذاکره با ایران و با هدف بازگشت به توافق سخن گفت، ولی افزود به شرطی که ایران به همه تعهداتش عمل کند. وی ابراز امیدواری کرد که این اتفاق به زودی بیانجامد. جمعیت شاغل ایران در پاییز 99 1,000,000 نفر کاهش یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمعیت شاغل کشور در پاییز 1399 نسبت به فصل مشابه پارسال حدود 1,000,000 نفر کاهش یافته است. این گزارش با استناد به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 1399 میگوید که 72% افت اشتغال در بخش خدمات اتفاق افتاده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شیوع کرونا را علت از بین رفتن 1,000,000 شغل در پاییز سال جاری نسبت به پاییز پارسال عنوان کرده است و می‌افزاید که در فصول بهار و تابستان 99 به ترتیب حدود 1,500,000 نفر و 1,209,000 نفر از تعداد شاغلین نسبت به فصول مشابه پارسال کاسته شده است. این گزارش میگوید که بیش از 10% جمعیت فعال کشور از بازار کار خارج و غیر فعال شدند که اگر این جمعیت همچنان به دنبال شغل بودند، نرخ بیکاری کشور به 18.4% می‌رسید. مرکز پژوهش‌ها گزارش داده بود که بسیاری از بیکاران به خاطر ناامیدی از یافتن شغل دنبال کار نمی‌گردند و به گروه غیرفعالان تبدیل شدند. اما بدون احتساب این افراد، نرخ بیکاری در کشور 9.4% گزارش شده است. در مجموع 23.4 میلیون شاغل، کسی که هفته‌ای حداقل 1 ساعت کار کند، در پاییز 99 ثبت شده است، در حالی که این رقم در دور مشابه پارسال نزدیک 24.5 میلیون نفر بوده. همچنین در این فصل بیش از 2.4 میلیون بیکار دنبال شغل بودند. 49% از شاغلان کشور در بخش خدمات فعال هستند و این بخش بیش از نصف کل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.
افت چشمگیر اشتغال در بخش خدمات در حالی است که بانک مرکزی اخیراً عنوان کرد که تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات طی 9 ماه ابتدایی سال تنها 0.3% کاهش یافته است. این گزارش همچنین مدعی رشد 2.2% کل اقتصاد کشور در این دوره شد. این در حالی است که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور را 0.02% ارزیابی کرده است. اقتصاد ایران طی 3 سال گذشته میلادی 17% کوچکتر شده است. وزارت انرژی عربستان، پالایشگاه ریاض هدف حملات پهپادی قرار گرفت. این حمله که منتسب به رژیم تهران است، خسارات جانی نداشته. یک منبع رسمی در وزارت انرژی عربستان جمعه 19 مارس 2021 حمله پهپادی به پالایشگاه ریاض و این گونه اقدامات خرابکارانه که امنیت منابع انرژی را هدف قرار می‌دهند محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری سعودی، وزارت انرژی سعودی اظهار داشت در ساعت 6:05 صبح امروز به وقت محلی پالایشگاه نفت ریاض هدف حمله پهپادها قرار گرفت. این حملات باعث آتش سوزی بخشی از پالایشگاه شد اما تلفات جانی یا زخمی بر جای نگذاشت. این وزارتخانه افزود که این حمله صدمه‌ای بر خطوط انتقال نفت و مشتقات آن نیز وارد نکرده است. حمله به خطوط انتقال انرژی جهان. وزارت انرژی سعودی با محکوم کردن این حمله ناجوانمردانه افزود اقدامات تروریستی و خرابکارانه که مرتباً علیه تأسیسات حساس و مراکز غیر نظامی انجام می شود، نه تنها پادشاهی سعودی بلکه به شکلی گسترده تر امنیت و ثبات منابع انرژی جهان و اقتصاد جهانی را هدف قرار می دهند. منبع وزارت انرژی خواستار مقابله کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی با این حملات تروریستی و خرابکارانه و رویارویی با کسانی که مرتکب این گونه اقدامات می شوند شد.